سخنران بعدی کنفرانس هیچ نیازی به معرفی ندارد، ولی این سعادت نصیب این بنده حقیر گشته که معرف سخنران بعدی کنفرانس جناب دکتر فریدون جواهری باشم. جناب دکتر جواهری در ایران متولد شدند و بعد از مهاجرت از وطن ایشان بیشتر دوران حیات خود را در آفریقا زندگی کردند، جایی که ایشان 2 سال در کشور گامبیا و سپس 25 سال در کشور زامبیا زندگی کردند. دکتر جواهری دکترای خود را در برزشناسی که شاخه‌ای از علوم کشاورزی است اخذ نموده و در دوران اقامت در آفریقا ایشان به عنوان مشاور ارشد فنی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا فاو خدمت کرده است. در امر خدمت هم دکتر جواهری خدمات بسیار ارزنده‌ای به دیانت حضرت بهاءالله کرده و در مؤسسات مختلفی مشغول به خدمت بوده است. بعد از انتصاب به هیئت معاونت ایشان به عنوان مشاور قاره‌ای و بعداً در دارالتبلیغ خدمت کرده است. دکتر جواهری در سال 2003 به عضویت بیت العدل اعظم درآمد و تا سال 2018 به خدمت خود ادامه داد. در این برهه از زمان که عالم از درد تعصبات نژادی رنج می‌برد، امروز جناب دکتر جواهری درباره رفع تعصبات نژادی و برقراری وحدت نژادی صحبت خواهند کرد که مطمئناً همه ما را از سخنرانی خود مستفیض خواهند کرد. حال همه شما را دعوت می‌کنم که به صحبت‌های ایشان در این رابطه گوش دهید. دوستان عزیز، عنوان کنفرانس شما دیدگاهی برای آینده و به مرحله عمل درآوردن ایدئال‌ها، عنوان نیست الهام بخش و از محبتی هم که نصیب بنده شده تا چند کلمه درباره موضوع تبعیض نژادی و استقرار وحدت نژاد با شما صحبت بکنم بسیار خوشبخت هستم. برای این گفتگو من هیچ گروهی رو در دنیا مجهزتر از کسانی نمی‌بینم که منجذب دیدگاه حضرت بهاءالله هستند. حضرت بهاءالله نه تنها دیدگاهی روشن بر اساس وحدت نوع انسان برای آینده عالم بشریت ارائه فرمودند، بلکه راهی امن و مطمئن برای حصول به اون هم تعیین فرمودند. هیکل مبارک سیستمی به نوع انسان عنایت فرمودند که آنچه را برای تحقق این هدف به اون احتیاج داریم شامل میشه. چه انرژی روحانی لازم برای تقلیب افراد و اجتماع، چه تعالیم و اصولی که چهارچوب عمل مطلوب رو شکل میده، چه اون عهد و میثاق الهی که محرک و حافظ تمامی فرایند هست، چه اون نظم نوین اداری که انسانها رو با روحیه همکاری و تعاضد قادر به انجام این وظیفه مشترک میکنه، چه تمهیدات بی‌نظیری برای اینکه نوع بشر دریافت کننده هدایات الهی در سراسر دور بهایی باشه. تمام این ابزار و ارگان‌ها از جمله عناصر اون سیستم الهی است که مردم معمولی دنیا رو قادر می‌کنه تا به نیروی عشق و محبت اون حضرت مقصد خداوند برای نوع انسان در این عصر نورانی رو متحقق بکنند. حضرت بهاءالله صراحتاً و مؤکداً هم وعده فرمودند که بشریت در انجام این مشروع عظیم، یعنی بنای ملکوت خداوند در روی زمین، موفق خواهد شد. وحدت نوع انسان به وقوع خواهد پیوست و این عالم فانی آینه جهان بالا خواهد شد. همچنین من نمیتونم هیچ گروهی رو واجد شرایط تر از جامعه بهائیان ایالات متحده آمریکا برای مشارکت در این مشروع عظیم تصور کنم. جامعه‌ای که حضرت عبدالبها آنچنان عشق و محبت خاصی بهش داشتند که وظیفه سنگین و بی‌نظیر رو به اون معول نمودند، شخصاً به پرورش قابلیت اعضاش پرداختند تا برای تحقق وظایف خودشون قیام کنند و به اونها وعده فرمودند که
بالمعال آفتاب ظهورش اوج گیرد، در نصف النهار جلالش اشراق نماید و شجره طیبه امر عظیمی که در خاک شما کاشته شده در میقات معین به ثمرات پرحلاوت رسد. در چنین شرایطی دوستان عزیز، همونطور که حضرت ولی محبوب امرالله به احبای عزیز آمریکا فرمودند، وظیفه ما و موهبت ما این است که در میان طوفان و آلام این ایام پرتعب روز و شب به خدمت پردازیم تا شاید شور و اشتیاق هم نوعان خیش را احیا ساخته، امیدشان را تجدید نموده، علایقشان را تشجیع و بصائرشان را به انوار آیین راستین الهی منور ساخته و حمایت پرجوش و خروششان را در ایفای وظیفه مشترکی که در قبال صلح و احیای عالم داریم جلب نمایید. صحبت خودم رو من امروز با توصیفی از تعصب شروع میکنم. تعصب عبارت است از هر نوع عقیده و یا احساس از قبل تصور شده توأم با اصرار در صحت اون عقیده ولی بدون اطلاع از حقایق و دانش لازم. پس اساس تعصب جهالت و نادانی است و به خاطر احساساتی که برمی‌انگیزه اغلب جنبه منفی داره، میتونه به دشمنی هم منجر بشه. تعصب از طریق تقلیدهای کورکورانه اشاعه پیدا میکنه، افکار فردی و عقاید جمعی رو تحت الشعاع قرار میده، در ساختارهای اجتماعی نفوذ میکنه، تبعیضات رو جنبه رسمی و سازمانی میده و نهایتاً میتونه بر وجدان فرد و جمع هم اثر گذار باشه. تعصب در اکثر موارد به منظور حفظ منابع شخصی ایجاد و اشاعه میشه. منافعی چه اجتماعی، چه اقتصادی، اقلیتی، سیاسی یا مذهبی و امثال ها. تاریخ نشون میده که نسل‌هایی از افراد به نظر خوشنیت میتونن تحت تأثیر قرار بگیرن تا سیستم‌های اجتماعی بر اساس تعصب رو دنبال کنند. مردم به تدریج بیتفاوت میشن و مسئولین متعصب امور از این بیتفاوتی استفاده میکنن و تبعیضات رو استمرار میبخشن و اعمالشون رو توجیه میکنن. تبعیضات همکاری عمومی رو غیر ممکن میکنه، اجتماع از خدمات آن گروهی که تعصب شاملشون شده محروم میشن و تمامی جمعیت هزینه تعصب رو به نحوی میپردازه. حضرت عبدالبها میفرمایند عالم انسانی از ظلمات طبیعت جز به ترک تعصب و اخلاق ملکوتی نجات نیابد و روشن نگردد. تعصب نژادی زمانی رواج پیدا میکنه که افراد یا گروههایی از مردم خودشون رو به نحوی برتر از دیگران میدونند، زیرا که از نژاد خاصی هستند و یا رنگ پوست معینی دارند. ریشه تبعیض نژادی این عقیده غلط و بی اساس هست که هستند گروه ها و یا زیرگروه های از بشریت که ذاتاً قابلیت های خاصی دارند، به حدی که منحصر کردن بعضی امتیازات خاص به اونها رو توجیه میکنه. نجات پرستی عقیده ایست زشت و تفرق انداز، صدیست عظیم در راه تأسیس اجتماع بر اساس عدالت و مانیست بزرگ برای پیشرفت نوع انسان. نجات پرستی متاسفانه در سراسر عالم طی قرون‌های متمادی ادامه داشته و حتی در مناطقی که تبعیضات نژادی به واضح عمل نمیشه،
آمیزش و همپارچگی در بین نژادهای مختلف در اغلب فضاهای زندگی فردی و جمعی نوعی سطحی و ظاهری است و تبعیض از طرق پوشیده و غیر آشکار اجرا میشه. پس جای تعجب نیست که استقرار یگانگی نوع انسان و ریشه‌کن کردن تبعیضات نژادی از روی کره ارض برای همیشه رسالتی است الهی در این عصر نورانی، عصر بلوغ جمعی نوع انسان. هدف این رسالت استقرار تمدن جهانی بر اساس وحدت عالم انسانی است، تمدنی برای تأمین احتیاجات مادی و معنوی ساکنان کره ارض. دو مظهر ظهور الهی مبعوث شدند تا این روز بزرگ خداوند رو آغاز کنند. حضرت رب اعلی در این راه جان خودشون رو فدا نمودند و حضرت بهاءالله تحمل هر نوع مشقت و بلا فرمودند تا دانش یگانگی نوع انسان رو به جهان ابلاغ بفرمایند و اون رو تأسیس بکنند. حضرت عبدالبها می‌فرمایند که دانش وحدت نوع بشر هدیه است الهی به این عصر نورانی. و حضرت شوقی ربانی توضیح می‌فرمایند که اصل وحدت عالم انسانی جوهر تعالیم الهیه و محور احکام و اوامر سماویه در این دور اعظم اقدس محسوب می شود. به اتحاد لازم می فرمایند که اتحاد نوع بشر در یک خانواده جهانی مقصد نهایی رسالت حضرت بهاءالله است. همونطور که قوای حیات بخش بهاری در کنه طبیعت نفوذ می کنه، شرایطی بدی برای زندگی جدید ایجاد میکنه، قوای روحانی منبعث از ظهور حضرت بهاءالله هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر قلوب و ارواح نفوذ کرده، اجتماع رو آماده تقلیب و تجدید نموده و ایجاد تغییرات اجتماعی رو ممکن کرده. با ظهور حضرت بهاءالله فصل جدیدی در زندگی نوع انسان آغاز شد و عالمیان از نژادها و طبقات، ادیان و پیشینه‌های مختلف تحت نفوذ این قوا برای تحقق این هدف والا، یعنی وحدت عالم انسانی و تأسیس صلح عمومی، عمل می‌کنند. شواهد نفوذ غیر مستقیم ظهور حضرت بهاءالله رو میشه در سراسر عالم در انتشار تدریجی و خودجوش یه نوع روح وابستگی جهانی ملاحظه کرد. چند دهه بعد از اینکه حضرت بهاءالله از امرا و سلاطین و مردم دنیا دعوت کردند که اصل وحدت عالم انسانی رو بپذیرند، در اوایل قرن بیستم فرایندی در عالم شروع شد که موجب تغییر شگرفی در وجدان بشریت شد، تغییری که موجب شد دنیا به پذیرش مفهوم یگانگی نوع انسان تن در بده. فرصت‌های جدیدی ظاهر شد و ملل عالم چرخشی غیر قابل برگشت به سوی یگانگی و صلح برداشتند. این چرخش، دوستان عزیز، از چنان اهمیتی برخوردار بود که حضرت ولی عزیز امرالله از اون به اسم مقدمه اساسی برای اتحاد عالم نام میبرند. این تندر دادن به یگانگی نوع انسان است که قرن بیستم رو به فرموده حضرت عبدالبها قرن انوار، قرن وحدت عالم انسانی و قرن عدالت نامیده شده. در نیمه دوم قرن بیستم امکانات فراوانی به وجود آمد و قدم‌های مهمی در راه وحدت نژادی برداشته شد و پیشرفت‌های نسبتاً چشمگیری حاصل گردید، چه از طریق قانون‌گذاری‌های لازم، چه با ترویج رویکردهای مناسب
توسعه اجتماعی اقتصادی و چه از طریق آموزش و تمهیدات دیگه. مهاجرت تعداد زیادی از مردم که اوطان خودشون رو ترک کردن و در دیگر نقاط عالم در میان مردمانی متفاوت از خودشون مستقر شدند، از جمله میلیون‌ها پناهنده، باعث شد که جمع کثیری از مردم دنیا تونستن در عمل با مفهوم وحدت نژاد انسانی آشنایی پیدا کنند. به دنبال قتل فجیع و تکان دهنده آقای جورج فلوید، تظاهرات جهانی بی سابقه میلیون‌ها نفر در سراسر عالم در اصل اعتراض شدیدی بود به تبعیضات نژادی و طلب مجدانه بود برای تساوی و وحدت نژادی. نشانه بود قوی از توانایی نوع بشر در سطح مردمی در استقبال از یگانگی و از تقبیح هر سیستمی که تعصب بر اساس رنگ و پوست رو مردود ندونه. مردم دنیا یگانگی و وحدت رو به عنوان پایه‌ای برای عدالت اجتماعی و به منزله کلیدی برای پیشرفت دونسته، استقرار اون رو اکیداً طلب می‌کنند. مردم به منظور برقراری تساوی نژادی شدیداً خواهان تأسیس فرایندی هستند که وحدت نوع انسان رو محقق خواهد کرد. این همبستگی، این تمایل، این انرژی و این اشتیاق اگر به نحوی سازنده هدایت بشه میتونه امکانات فراوانی برای طلوع روزی فراهم بیاره که خورشید تساوی نژادی در عالم بدرخشه، روزی که وحدت در کثرت قوه حیات بخش خودش رو نمایان بکنه و تبعیضات نژادی تنها قصه اندوهبار از گذشته ایام باشه. ولی همونطور که بیت‌العدل لازم تایید می‌فرمایند، تاریخ نشون میده که هر پیشرفت مهمی در جهت برابری نژادی همیشه با فرایندهایی پنهان و آشکار روبرو شده که بنیان پیشروی‌های حاصله رو پراکنده و قوای ظلم رو به وسایل دیگر از نو بنا نهاده است. دلیل این وضع حداقل برای بهائیان باید روشن باشه. در آثار بهائی از تبعیض نژادی به اسم بیماری و آفتی اسم برده شده که اجتماع رو آلوده و مبتلا ساخت. یکی از زیانبارترین و مزمنترین مفاسد و شرور نام برده شده و انحرافی عظیم از میزان اخلاقی حقیقی دانسته شده. نجات پرستی به گفته بیت‌العظم مشکلی نیست که تنها اقدامات اداری هرچقدر هم مهم و لازم باشه بتونه نتیجه مطلوب رو حاصل کنه. نجات پرستی می‌فرمایند مشکلی است که موفقیت برای از بین بردن همیشگی آن بسته به طرز فکر افراد در زندگی خصوصی و عمومی آنهاست. بنابراین تغییر لازم صرفاً تغییر اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه در درجه اول اخلاقی و روحانی است. در این رابطه حضرت ولی عزیز امرالله حدود 90 سال پیش این بیان عظیم رو خطاب به احبای آمریکا ابلاغ می‌فرمایند که فرمودند هیچ قوه‌ای جز قوای الهی نمیتواند به استقرار اصل وحدت عالم انسانی آنچنان که از قلم حضرت بهاءالله نازل شده موفق بکند. مفهوم و مقتضیات این بیان مبارک برای ما بهائیان بر اساس درک شخصی من دوستان عزیز این هست که اگرچه ثمرات غیر مستقیم ظهور حضرت بهاءالله در عالم انسانی منتج به نتایج مهمی درباره بهبود شرایط مربوط به نژاد شده، ولی بدون نفوذ
نظم جهان آرای حضرت بهاءالله، بشریت موفق به ریشه‌کن کردن ابدی نجات پرستی نخواهد شد. دلیل اونم ساده است. علت بیماری نجات پرستی علتی روحانی است. ماهیت مداوا و شفای اون هم اگر قرار است مؤثر باشه باید به همون شکل روحانی باشه. به گفته حضرت ولی محبوب امرالله، نظم جهان آرای حضرت بهاءالله هست که آن عامل شفا بخش و اون قوه پیوند مورد نظر برای نجات از این آفت جانکاه است. این عامل شفا بخش به فرموده حضرت عبدالبها چون خمیرمایه عالم انسانی عمل خواهد کرد، بشریت رو از بغض و تنفر رهایی خواهد داد و از ظلم و ستم و تبعیضات نجات خواهد داد و مساعی فداکارانه نفوسی که مستقیما تحت نفوذ حضرت بهاءالله هستند، یعنی کسانی که حضرت بهاءالله را طبیب حاذق الهی میدونند، با همکاری کسانی که مجذوب دیدگاه آن حضرت شدند، موجد شفای روحانی و تجدید حیات روحانی نوع انسان خواهد شد. اگرچه در حال حاضر جامعه پیروان حضرت بهاءالله جامعه نسبتاً کوچکی هست و نتایج مستقیم و محسوس اقداماتش برای برخی غیر قابل ملاحظه هست، ولی حضرت ولی امرالله به ما اطمینان دادند که قوای مکنونه‌اش که مقدر است احیای نوع بشر و ترمیم جهانی در هم شکسته رو موجب بشه بسیار عظیم و غیر قابل محاسبه است. دیدگاه حضرت بهاءالله برای نوع بشر بسیار روشن است. در خطاب خود به نوع انسان می‌فرمایند: ای اهل عالم، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. ملل و اقوام و السن همگی اقسان، اوراق، ازهار و ثمرات این شجره عظیم نوع انسانند. برای اون عده از بندگان خدا که جذب دیدگاه حضرت بهاءالله شدیم و به راستی به حقیقت طرح الهی و کفایت و قابلیت سیستم ربانی نازل از قلم مبارک برای احیای عالم ایمان داریم، هم موهبتی روحانی و هم وظیفه روحانی است که حد اکثر کوشش خودمون رو در زندگی مجرا بداریم که به تحقق مقصد مبارک کمک کنیم، یعنی به طلوع روزی که تمامی نوع انسان چون اعضای یک خانواده جهانی دور هم جمع بشند. راهنمای ما در این مسیر پند و اندرزهای مندرج در الواح حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و در توقیعات و دستخطهای حضرت ولی امرالله و بیت العظم الهی است. درک عمیق ما از این تعالیم و هدایات به ما مدد خواهد داد که به نحوی فزاینده کمک به وحدت نژادی بر اساس ماهیت ممتاز روش بهایی رو جزئی از زندگی خودمون قرار بدیم. در این رابطه مایلم 5 نکته بر اساس درک شخصی خودم از تعالیم الهی راجع به مساعی فردی و جمعی بهاییان رو با شما در میان بذارم. اول، درک مفهوم یگانگی نوع انسان در سطحی چنان عمیق و بنیادی است که بتونیم اون رو در زندگی خودمون اجرا بکنیم. دوم، آگاهی از این که نجات پرستی به طور پوشیده و پنهان در اجتماع حاضر موجود هست و ما باید خودمون رو از اثرات منفی اون حفظ بکنیم. سوم، مراقبت برای اینکه زندگی فردی و جمعی خودمون بالکل عاری از نجات پرستی باشه. چهارم، درک بهتری راجع به
پیچیدگی و چالش‌های موجود در راه رهایی عالم انسانی از نجات پرستی داشته باشیم. و پنجم و آخرینش، مؤثرترین راه کمک بهائیان به برقراری وحدت نجات است. نکته اول، درک مفهوم یگانگی نوع انسان و تأمل دربارش. این یکی از اوامر حضرت بهاءالله به ماست. در کلمات مکنونه حضرت بهاءالله خطاب به انسان می‌فرمایند، این بیان عربی است که می‌فرمایند یبن الانسان هل عرفتم لم خلقناکم من تراب واحد، که من فقط مضمونش رو برای شما زیارت می‌کنم. می‌فرمایند ای پسر انسان، آیا می‌دانید چرا شما را از یک خاک خلق کردیم که احدی خود را از دیگری برتر نداند؟ همواره تأمل و تفکر کنید که شما چطور خلق شده اید. بعد در پایان بیان می‌فرمایند که با یک قدم حرکت کنید، در یک عرض ساکن باشید و از کینونت شما و از اعمال شما و اقدامات شما نشانه های یگانگی ظاهر شود. تفکر و تأمل درباره این دیدگاه برای ما روشن میکنه که یگانگی نژادی یک اصل بنیادین الهی هست و نه یک انتخاب و یا گزینش بشری. خداوند فقط یک درخت و یک شجره خلق کرده، شجره نوع انسان، و تمامی ماها با رنگ و شکل‌های مختلف همگی میوه‌های یک درخت هستیم. همگی یک مردم جدا ناپذیر و غیر قابل تفکیک هستیم. ما نژادهای مختلف نیستیم. ما یک نژاد هستیم، نژاد نوع انسان. این حقیقتی است بنیادین که علم هم بالاخره موفق به کشف و قبول اون شده. و درک و قبول این حقیقت روحانی و علمی به منزله پادزهری است برای نجات پرستی. علم به این حقیقت روحانی باید هر یک از ماها رو تشویق بکنه و قادر بسازه که در خلوتگاه وجدان خودمون افکار و اندیشه هامون رو بررسی بکنیم و سعی کنیم بدونیم که به چه میزان و در چه عمقی این مسئله رو ما درک کردیم. آیا اثری از تعصب نژادی حتی ناآگاهانه در قلبمون موجود هست؟ تا چه حد افکارمون، عادتهامون و فرضیاتمون میتونه تحت تأثیر آنچه در اجتماع بزرگ میگذره موجب بشه که بدون اینکه بخواهیم یا بدونیم نسبت به یک نژاد تعصب نشون بدیم، فردی رو از دیگران بدونیم و در تعاملات خودمون به خاطر نیاریم که ما همگی میوه های یک درخت و یک شجر هستیم؟ افراد ممکنه مایل باشن درباره سوالات بیشتری هم تأمل بکنن. سوالاتی از این قبیل: آیا من به اندازه کافی از درد و عذاب کسانی که نسبت به اونها نجات پرستی اجرا میشه مطلع هستم؟ یا به خاطر امتیازات اجتماعی که دارم و از اونها بهره‌مند هستم از این درد بیخبرم؟ آیا نسبت به درد و رنج افرادی که با نجات پرستی روبرو هستند به اندازه کافی حساس هستم؟ یا معتقدم که نجات پرستی در اجتماع وجود نداره چون که من با اون روبرو نیستم؟ برداشت من نسبت به خشونت‌های حاصل از نجات پرستی چیست؟ آیا میتونم با شفقت و محبت تصور کنم که مستأصلی و عصبانیت کسانی که ظلم و ستم شدید نجات پرستی رو در نسل‌های متمادی تحمل کردند میتونه آنچنان شدید باشه که راهی جز خشونت برای مقابله با این بی‌عدالتی های رایج رو نداشته باشند؟ آیا ناخواسته و ناخودآگاه هیچ احساس برتری نسبت به دیگران در خود دارم؟ و اگر اینطور هست چطور خودم رو از این رهایی خواهم داد؟
تا چه حد تمرکز زندگی من متوجه هویت اساسی مردم ها یعنی روح انسانی اونها و میوه یک درخت بودن اونهاست و به چه میزان به شاخصهای غیر مهم افراد مثل رنگ و پوست، زبان مادری و فرهنگ اهمیت میدن. آیا عکس عمل من دوباره ناخودآگاهانه و نخواسته و احیاناً تحت تأثیر اجتماع نسبت به اون چه باش آشنایی ندارم طوریست که به اطرافیانم احساس غریبه بودن و بیگانگی میده؟ چیزهایی از قبیل اسمی که ممکنه برام عجیب باشه، لهجه‌ای که باهاش آشنایی نداشته باشم، طرز لباس پوشیدن، غذا خوردن و یا دیگر خصوصیات اجتماعی که برای من تازگی داره. آیا به عنوان یک فرد به اندازه کافی سعی می‌کنم تا معیارهای دیانت بهایی در باره یگانگی نژاد رو در زندگی خودم پیاده کنم؟ و به خاطر داشته باشم که حضرت ولی امرالله می‌فرمایند تبعیض قائل شدن نسبت به هر نژادی تخطی و انحرافی آشکار از روح نبازی است که محرک امر حضرت بهاءالله می‌باشد. تصور هر نوع جدایی یا انشقاق در بین پیروان آیین حضرت یزدان مغایر مقصد، تعالیم آرمان‌های امرالله است. زندگی من تا چه حد نمایانگر رهایی کامل از تعصبات نژادی است؟ و به راستی من تا چه حد با معاشرت آگاهانه و مشتاقانه با مردمانی از پیشینه‌ها و رنگ‌های مختلف با احساسات یگانگی، محبت و دوستی از خلقت پرغنای خداوند بهره‌مند هستم. نکته دوم مربوط به آگاهی از این هست که در اجتماع امروز برداشت‌ها، مفاهیم، رسوم، انتقادات و اصطلاح‌های رایج هست که احیاناً تبعیضات نژادی رو حداقل به طور پوشیده و پنهان رواج میده. و ما بهائیان علی‌رغم اعتقاد راسخمون به یگانگی نوع انسان از نفوذ این قوای منفی مسئول نیستیم و اگر مواظب نباشیم تاریکی تعصب نژادی رایج در اجتماع به شکل پنهان معالن از طریق ما به جوامع ما سرایت خواهد کرد. افراد، جوامع و مؤسسات بهایی همگی این مسئولیت رو داریم که همواره نسبت به این احتمال مترصد باشیم و تمهیدات لازم برای حفظ صیانت خودمون رو فراهم بیاریم. در نامه ای از طرف حضرت ولی امرالله خطاب به محفل روحانی شهر آتلانتا چنین اومده: چه افراد، چه محافل و چه جوامع ما باید دائما مراقب باشیم که مبادا این قوای منفی تخریب به میان ما راه یابند. عشق نسبت به همدیگر، احساس عمیقی که ما خلقی جدید و اختران آسمان نظمی بدی و جهانی هستیم، باید همیشه محرک حیات بهایی ما باشد و می باید برای حفظ و صیانت خود از آغشتگی‌های اجتماعی آلوده که این چنین مبتلا به بیماری تعصبات است دعا کنیم. میتونیم از خودمون بپرسیم که در مقام افراد، جوامع و مؤسسات ما تا چه حد به اثرات احتمالی این قوای منفی توجه میکنیم؟ برای حفظ و صیانت خودمون چه میکنیم؟ و آیا مرتباً براش دعا هم میخونیم؟ نکته سوم مسئله حساسیت کافی داشتن به مسائل راجع به نژاد است. در نامه از طرف حضرت شوقی افندی که در سال 1949 میلادی خطاب به یکی از احبا مرقوم فرمودن این چنین آمده:
برای احبا مشکل است همواره به خاطر داشته باشند که لزوم رعایت احتیاط و حکمت در اموری که مسئله نژاد در آن دخالت می‌یابد صد بار بیشتر از اموری است که به این مسئله ربطی ندارد. توصیه حضرت ولی‌الملا در این زمینه اینطور می‌فرمایند: فراغت کامل از تعصبات نژادی به هر شکلی باید در هر مرحله از فعالیت‌ها و زندگی دوستان محرز و آشکار باشد، چه در جامعه بهایی یا در خارج از آن، چه در زندگی عمومی و چه خصوصی، چه در امور رسمی و یا غیر رسمی، چه در مقام فرد و یا در مقام رسمی به عنوان گروه، کمیته و یا محفل. رهایی از تعصبات نژادی باید همیشه با استفاده از فرصت‌های مختلف روزانه، هر چقدر هم که کوچک باشد، چه در منازل، چه در مشاغل، چه در مدارس و یا کالج‌ها، در مجامع اجتماعی و موارد تفریحی، در جلسات بهایی، در کنفرانس‌ها، کانونشن‌ها، مدارس تابستانه و محافل استحکام یابد. هر سه مشارکت کننده نقشه الهی باید در این زمینه تأمل بکنیم و از خودمون سوال کنیم که تا چه حد من و یا ما نسبت به این موضوع مترصد هستیم و میتونیم مروجین وحدت نژادی باشیم. حضرت ولی امرالله احبای عزیز آمریکا رو تشویق فرمودند که از مسئله اعلای دیانت بهایی حضرت عبدالبها بیاموزند که چطور در ایام مسافرت‌های خودشون در اون سرزمین تساوی نژادی رو همیشه و در تحت همه شرایط در زندگی شخصی و عمومی خودشون نشون دادند و این اصل بنیادین امر الله رو ترویج فرمودند. می‌فرمایند شایسته است که خاطرات وقایع و فرصت‌های آن اسفار جاودانی و تاریخی را تجدید و تکرار نمایند که چطور آن مولای هنون احساس عمیق عدالت، همدردی با مظلومان، ایمان قطعی به یگانگی نژاد، عشق لبریز خود نسبت به مردمان و همچنین نارضایتی از کسانی که جسارتاً خواسته‌های مبارک را جدی نگرفتند، از روش‌های ایشان منحرف شدند و اصول مقدسه اش را زیر سوال بردند و یا اعمال آن حضرت را خنسا نمودند نشان دادند. شرح سفرهای حضرت عبدالبها در آمریکا در ایامی که تبعیضات نژادی نسبت به امروز هنوز آشکارا اجرا می‌شد گویای این حقیقت هست که هیکل مبارک در تمام ایام مسافرت از هر فرصتی برای ترویج وحدت نژادی استفاده کردند. در این سفرها حضرت عبدالبها از یک طرف مترصد بودند که اجازه ندهند که معیارهای اجتماع بر روش و رفتار پر از محبت اون حضرت و ارتباطاتشون با همگی از جمله غیر سفیدپوست‌ها اثری بگذاره و از طرف دیگه اقدامات مردمی که وحدت نژادی رو درک نکرده بودند کوچک نشمرند. حضرت عبدالبها وحدت نژاد رو علناً اعلان فرمودند و اهمیتش رو به عنوان اساس یک اجتماع عدالت پرور تاکید نمودند و اقدامات کسانی که این برابری رو رعایت کردند و مروجش بودند تمجید فرمودند. احبای عزیز رو هم از طریق رفتار و کردار خودشون تعلیم دادند که چطور شجاعت، صراحت و صداقت این رو داشته باشند که در تحت هر شرایطی برابری نژادی رو رعایت بکنند. پس هیکل مبارک در مسئله نژاد سکوت اختیار نکردند، هم ازش سخن گفتند و هم بهش عمل کردند، ولی نه بر اساس آنچه در اجتماع متداول بود، بلکه همیشه از آن نور الهی که در درونشون می درخشید الهام گرفت.
ما بهائیان باید آگاه باشیم که روبرو شدن یک بهائی با تعصبات نژادی در اجتماع بزرگ یک مسئله است، ولی مسئله کاملا متفاوتی است وقتی که خدای نکرده روابط نژادی در داخل جامعه بهائی موجب نگرانی باشه. بیت العظم به ما اطمینان میدن که معهد اعلی به خوبی آگاهند که برای یک مؤمن بهائی صدمات وارده از چنین تعاملات با یک بهائی دیگر میتواند به مراتب دردناکتر باشه. به این ترتیب لازم است که همگی ما توجه لازم به مسئولیت خطیرمون برای پرورش و تقویت وحدت نژادی در داخل جوامع بهائی رو داشته باشیم. حضرت ولی محبوب امرالله می‌فرمایند که هر جامعه بهائی در هر کجای دنیا باید بداند که اولین وظیفه و تکلیف غیر قابل اجتنابش پرورش، تشویق و صیانت هر اقلیتی است که عضو جامعه است، چه مذهبی، چه نژادی، چه طبقاتی و چه ملیتی. و مجدداً می‌فرمایند وظیفه هر جامعه بهائی این است که امور خود را به نحوی سازمان دهد که اگر افرادی از اقلیت‌های مختلف در جامعه هستند، به شرطی که واجد شرایط و مقررات لازم باشند، مؤسسات بهائی، چه محافل، چه کانونشن‌ها، چه کنفرانس‌ها یا کمیته‌ها، نمایندگانی از این عناصر متنوع چه نژادی و چه غیره داشته باشند. به فرموده حضرت ولی امرالله اگر قرار باشه تبعیضی در یک جامعه بهائی مقرر بشه، باید تبعیضی در حمایت و نه بر علیه اقلیت چه نژادی و چه دیگران باشه. بنابراین مناسب هست که هر جامعه بهائی درباره سوالاتی از این قبیل تأمل بکنه. آیا جو موجود در جامعه ما آنچنان هست که به اعضاش از پیشینه‌های نژادی مختلف اطمینان میده که میتونند نظریات متنوع خودشون رو با آزادی کامل و بر اساس درک شخصیشون از آثار بهائی ابراز بکنن و این قبیل نظرات البته محترم و ارزشمند شمرده شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ آیا جامعه روشی سازنده برای آگاهی از نگرانی‌های مربوط به نژاد داره؟ یا روند متداول این است که هر بحثی درباره چالش‌های مربوط به نژاد رو عملی مضر برای اتحاد جامعه می‌دونه؟ جامعه بهائی آمریکا، جامعه‌ای که حضرت عبدالبها عشق و محبتی عمیق نسبت بهش داشتند، مقدر هست که سهمی بی‌نظیر در استقرار وحدت نژادی هم در اون کشور و هم در جهان داشته باشه. حضرت عبدالبها شخصا از شما دعوت فرمودند که زندگی خودتون رو وقف استقرار برابری نژادی بکنید. شما رو کمک و هدایت کردند که در راه اجرای اون استراتژی الهی برای تحقق این هدف مقدس حرکت کنید و وعده محکم خودشون رو به شما عنایت فرمودند که الفت و یگانگی بین شما افزایش یابد و به نتیجه موجبات تحقق وحدت عالم انسان فراهم گردد، زیرا حصول اتحاد بین سفید و سیاه تضمینی برای استقرار صلح جهان و تشیید یگانگی در عالم امکان است. هدایات الهی به جامعه شما برای تحقق بخشیدن به رسالت عظیمتون بعد از صعود حضرت عبدالبها هم البته استمرار یافت. حضرت ولی عزیز امرالله با اطمینان به ایمان و قابلیت احبای عزیز آمریکای شمالی، جوامع اسم اعظم در این سرزمین رو در اجرای مراحل مختلف نقشه الهی همراهی فرمودند
تا وظیفه ای رو که حضرت عبدالبها به شما واگذار فرموده بودند اجرا بکنید. از جمله هدایات هیکل مبارک انذارات آن حضرت هست که به جامعه بهائی آمریکا می‌فرمایند این جامعه نمی‌تواند انتظار داشته باشد که از امتحاناتی که ملتش با آن مواجه است معاف باشد. نمی‌تواند ادعا کند که بالکل از شرارت‌هایی که خصوصیاتش را لکه‌دار کرده مسون بماند. حضرت شوقی افندی بعد تأکید می‌فرمایند که مساعی عظیمی از طرف هر دو نژاد، اشاره به نژاد سفید و سیاه، مساعی عظیمی از طرف هر دو نژاد لازم است تا دیدگاهشان، رفتار و کردارشان در این روزهای تاریک انعکاسی از روح و تعالیم امرالله باشد. و در مقام دیگه می‌فرمایند هیچ یک از دو نژاد هیچ یک نباید فکر کنند که راه حل مشکلی اینچنین وسیع میتواند تنها وظیفه یک طرف باشد. هیچ یک نباید فکر کند که چنین مشکلی را میتوان به آسانی و با فوریت حل کرد. بیت لازم با اجرای همون استراتژی الهی به هدایت دوستان در ایالات متحده آمریکا ادامه میدن تا درک عمیق‌تری هم از شرایط محیط خودتون و هم از وظایف خودتون در این رسالت تاریخی داشته باشید. محفل مقدس روحانی ملی شما با خستگی ناپذیری به معاذرت شما مشغول هست تا نه تنها این هدایات رو جذب بکنید بلکه قابلیت خودتون رو برای عمل افزایش بدید تا در حالی که وضع اجتماع خودتون را در نظر میگیرید تطابق اقدامات خودتون را هم با رسالت بزرگتر خودتون که کمک به بست نقشه الهی در کشورتون و در سراسر عالم هست در نظر داشته باشید. محفل روحانی ملی شما آنچه در قوه داره انجام میده تا از فعالیت‌های شما حمایت بکنه، زیرا که به خوبی واقف است که رسالت تاریخی استقرار وحدت نوع انسان محتاج دیدگاهی روشن، تمسک به هدایات الهی، عمل بر اساس یک روش یادگیری، مساعی فداکارانه و آمادگی برای سختی‌ها و دشواری‌های لازم است. حضرت عبدالبها روزی به نماینده یک سازمان عام‌المنفعه در اروپا فرمودند من از اقدامات شما مطلع هستم و می‌دانم که آرزوی شما خدمت به نوع بشر است و اینکه بشریت را زیر خیمه یگانگی جمع کنید، ولی اعضای سازمان شما باید مراقب باشند تا مبادا کارشان فقط گفتگو و بحث درباره این موضوع شود. جوامع بهائی در سراسر کشور وسیع و زیبای شما واقفند که نیاز مبرم امروز عالم ریختن پایه‌های یک اجتماع جهانی بر اساس یگانگی نوع انسان است و به خوبی می‌دونند که ایجاد چنین فرهنگ جهان شمول و برابری محتاج یک آگاهی اساسی از ماهیت روحانی اون است. جوامع شما منابع موجود خودشون رو وقف این وظیفه کردند و به یک فرایند یادگیری اشتغال دارند با این هدف که چگونه این جامعه سازی رو با کارایی بیشتر و بیشتری انجام بدند. نکته چهارم آگاهی به این است که استقرار وحدت نوع انسان به عنوان اصل حاکم بر یک اجتماع جهانی و اینکه چطور نتایج مستقیم مساعی جامعه بهائی در این زمینه میتونه قابل ملاحظه و محسوس باشه نکاتی هست هم پیچیده و هم خطیر و در این راستا چندین نکته رو میشه صحبت کرد، ولی امروز من به ذکر دو نکته اکتفا خواهم کرد. نکته اول مربوط به
درکی است که ما باید داشته باشیم از مقتضیات کامل وحدت نوع انسان به نحوی که حضرت بهاءالله اون رو مقرر فرمودند. بیانات حضرت شوقی افندی در این زمینه خیلی مؤکد است. می‌فرمایند که اصل وحدت عالم انسانی شامل تغییر ارگانیک در ساختار اجتماع امروز است، تغییری که عالم هنوز آن را تجربه نکرده است. مطالعه توقیعات مبارک قطعاً کمک بزرگی به درک بهتر این مقتضیات خواهد کرد. دستخط‌های بیت العظم منبع ارزشمند دیگری از الهام و هدایت راجع به این نکته است. بیت العظم در یکی از این دستخط‌ها اشاره می‌فرمایند که اگر مشکل تبعیض نژادی قرار است از میان برداشته بشه، تمهیدات قانونی مناسبی باید در سراسر جهان فراهم بیاد. در پیام اخیر خودشون در جولای 2020 بعد از تأکید بر لزوم تغییراتی در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی، بیت العظم تأکید می‌فرمایند که بالاتر از همه تغییرات لازم برای استقرار یگانگی نژاد تغییراتی است اخلاقی و روحانی. در سال 1998 بیت العظم نکته مهم دیگری را توضیح می‌فرمایند و اون اینکه مساعی بسیاری از افراد و گروه‌های پاکنیت و اقدامات متفرقه از طرف بسیاری از مردم دنیا اغلب توجهی به روحانی بودن ماهیت بیماری نژاد پرستی نداره و در نتیجه موفقیت‌هاش محدود و زود گذره. نکته دوم درباره ارتباط بین رشد جامعه بهایی و توانایی بهایی ها جامعه بهایی برای کمک مؤثر و قطعی به ریشه‌کن کردن تبعیضات نژادی است. بیت العظم می‌فرمایند که افسوس که اندازه و نفوذ جامعه بهایی در حال حاضر بسیار محدود است تا بتواند اثری قطعی بر شرایطی داشته باشد که صدها سال در حال شکل‌گیری بوده است. و توضیح می‌فرمایند که پیش شرط لازم برای به مرحله عمل درآوردن دیدگاه اجتماعی جامعه بهایی مستلزم افزایش وسیع تعداد مؤمنین عمیق و مطلع و آزموده می باشد. در جواب یک بهایی که مشتاق کمک به حصول وحدت نژادی است، بیت العظم اینطور می فرمایند: برای یک بهایی که بخواهد در فعالیت‌هایی در راه ایجاد تغییرات اجتماعی فعالیت کند، فعالیت‌هایی که با تعالیم الهی همسو باشند، به طور کلی مانعی وجود ندارد. در جوامع بهایی با منابع بسیار محدود، اشتغال زیاد و بی‌موقع در چنین فعالیت‌هایی ممکن است انرژی بهاییان را پراکنده ساخته، آنان را از فعالیت‌های منسجم لازم برای رشد جامعه دور کند. در حالی که در مناطقی که امر مبارک به اندازه کافی استحکام یافته، طبیعتاً می‌توان انتظار داشت که بهائیان در اقدام اجتماعی اشتغال خواهند داشت و این کار را در مرحله اول از طریق اجرای تعالیم الهی برای حل مشکلات خانواده‌ها، همسایگان و جوامعی که در آن زندگی می‌کنند شروع خواهند کرد. حالا به نکته پنجم و آخرین نکته صحبتم می‌رسیم. یعنی بهترین راه برای کمک فردی و جمعی بهائی‌ها به ریشه‌کن کردن تبعیضات نژادی. ما معتقدیم که تغییرات پایدار باید نتیجه تقلیب اجتماعی باشه. پس با توجه به مقصد کلی ظهور حضرت بهاءالله و استراتژی الهی، آنچه ما تا به حال برای توسعه امرالله موفق به انجام شدیم
کمک مستقیمی به نقشه الهی برای استقرار وحدت نژادی در روی کره زمین بوده. در عصر رسولی اول امرالله در شرق و غرب تأسیس شد و سپس بهائیان شمال آمریکا دستورالعمل الهی خودشون رو برای ترویج یگانگی نژادها دریافت کردند. در قرن اول عصر تکوین که در کمتر از یک سال به پایان خواهد رسید، ما شاهد استقرار نظم بدیع اداره حضرت بهاءالله در سراسر عالم، شاهد تأسیس بیت العدل اعظم، نهادی که حضرت بهاءالله برای استقرار هدایت الهی به نوع بشر در مسیرش به سوی وحدت عالم انسانی طراحی شده، و همچنین شاهد شروع یک فرایند قابلیت سازی بودیم که برای همکاری نوع بشر برای به مرحله عمل درآوردن تعالیم الهی و استقرار یگانگی نژادها مورد نیاز است. جامعه بهائی ایالات متحده نقش بسیار مهمی و اساسی در اجرای این استراتژی الهی و عمدتاً در استقرار نظم اداری جهانی ایفا نموده و سابقه درخشان در انتشار پیام حضرت بهاءالله در سراسر گیتی داشته که جامعه جهانی بهایی رو براستی نمایانگر تنوع کامل نوع بشر کرده. فرامین تبلیغی حضرت عبدالبها خطاب به شما و جامعه همجوارتون کانادا به گفته بیت العظم شما رو در مسیر یک مشروع جهانی به حرکت درآورده، مشروعی که از شما و از نسل‌های بعد از شما دعوت می‌کنه تا در ایام طولانی عصر تکوین و عصر ذهبی دور بهایی به خدمات خودتون ادامه بدید. بیت العظم اخیراً در نامه مورخ 26 مارچ 2016 خطاب به بهائیان آمریکا و کانادا طیف وسیع موفقیت‌های درخشان شما و احبای کانادا رو طی قرن گذشته و تحقق انتشار جغرافیایی امرالله و تأسیس مراکز و جوامع بهایی در سراسر عالم رو میشمرند، سرور و شادی خودشون رو از اختتام موفقیت آمیز این مرحله اولیه وظیفه مقدس شما ابراز می‌فرمایند و بعد توضیح میدن که وظایفی که حالا بر دوش شماست اگرچه با وظایف مرحله اول متفاوت هست، ولی وظایفی است که در داخل کشورتون از فوریت خاصی برخوردار است. بعد این نکته به ذکر این نکته مهم و اساسی میپردازند و میفرمایند حرکت محدودهای جغرافیایی به درجات بالاتر یادگیری در کشور شما بر طبق پیشبینی حضرت ولی عزیز امرالله در آغاز فعالیت‌های جمعی شما طلوع روزی را موجب خواهد شد که در میقات معین جوامعی که بنا می‌کنید مستقیماً نیروهای فساد، تنزل اخلاق و تعصبات دیرینه مخرب پایه‌های اجتماع را به چالش کشیده معالن از بین ببرند. دوستان عزیز، وعده قطعی بیت العظم در این بیان محکم به شما این است که جوامعی که در حال حاضر شما در فرایند جامعه سازی مشغول بنای آن هستید در آینده مستقیماً تعصبات دیرینه مخرب پایه‌های اجتماع رو به چالش خواهند کشید و معالاً اون رو از بین خواهند برد. با اشاره به این وعده صریح هست که بیت العظم در پیام جولای 2020 خودشون خطاب به شما می‌فرمایند بر هر مؤمن ثابت قدم لازم است که در مقام مروج اصل وحدت عالم انسانی
که اساس تعالیم حضرت بهاءالله است درباره این نکته تفکر تام نماید و مقتضیات مبرم آن را برای تغییر اساسی در اندیشه و کردار که از ضروریات زمان حاضر است در نظر آورد. بیت العظم در همون پیام از شما دعوت می‌کند که در بستر چهارچوبی که حاکم بر فعالیت‌های شماست با دقت نیروهایی رو که در حول و حوش شما در ظهور و بروز هست بررسی بفرمایید تا دریابید که قوای شما میتواند سبب تقویت امیدبخش‌ترین اقدامات گردد، تا دریابید که از چه چیزهایی باید اجتناب نمایید و چگونه ممکن است کمک و خدمتی متمایز برای ریشه‌کن کردن تبعیضات نژادی عرضه کنید. بیت العظم تأکید می‌فرمایند که برای شما میسر نیست که تحولی رو که مورد نظر حضرت بهاءالله هست صرفاً با اتخاذ دیدگاه‌ها، روش‌ها، مفاهیم، انتقادات و لحن کلام اجتماع کنونی ایجاد بکنید و توضیح می‌فرمایند که در عوض روش شما با تمسک به حبل مشورت برای تألیف دیدگاه‌های متفاوت و شکل بخشیدن به اقدام جمعی و با پیشروی صفاصف با وحدتی ناگسستنی متمایز خواهد بود. دوستان عزیز، شما از طریق این قبیل تأمل‌ها و بررسی‌ها و با کسب تجربه بیشتر در حین عمل خواهید تونست با روشنی بیشتری مشاهده کنید که چطور به گفته بیت العظم وظیفه خطیر حل مشکل تبعیضات نژادی بخشی یک پارچه از فعالیت‌های عالم بهایی در سه زمینه ترویج و تحکیم، اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی است. شما در خواهید یافت که در بستر مفهوم مشروع جامعه سازی مؤسسه آموزشی چه وسیله مؤثری برای ریشه‌کن کردن تبعیضات نژادی از روی کره ارض میتونه باشه. نژاد پرستی رو به گفته بیت العظم نمیتوان با نزاع و جدال از میان برد، باید آن را با ایجاد روابطی عادلانه بین افراد و جوامع و مؤسسات اجتماع که سبب تعالی همگان گردد و احدی را دیگری نشمرد جایگزین نمود. چهارچوب نقشه‌های جهانی جاری جو بسیار مناسب و فرصت‌های گرانبهایی به ما میده که خودمون رو بیشتر و بیشتر برای کمک به پیشرفت یگانگی نژادی آماده بکنیم. فعالیت‌های اساسی نقشه فعلی رو شما ملاحظه بفرمایید که چطور هر کدوم محیطی مناسب فراهم می‌کنند تا ما بتونیم اندرز حضرت عبدالبها برای مبارزه با تبعیض نژادی رو درش به کار ببریم. اگر علت ریشه‌ای نژادپرستی علتی روحانی هست و اگر ماهیت درمان اون هم باید از نظر روحانی و مادی منسجم باشه، پس چه کسی و چه کسانی باید بر ترویج این درمان تمرکز کنند؟ آیا ما بهایان کسانی نیستیم که به موهبت داشتن نقشه الهی و درمانی ربانی برای شفای بیماری نجات پرستی فائز شدیم؟ آیا ما نفوذی نیستیم که ایمان داریم که تنها علاج دائمی نجات پرستی قبول تجویزات پزشک حاذق الهی است؟ آیا بدین ترتیب منطقی نیست که ما هستیم که باید تمرکز خودمون رو بر روی کاری مهم و حیاتی که موهبت انجام اون به ما محول شده بگذاریم
وظیفه کلیدی که هیچ کس دیگری بدون شناسایی حضرت بهاءالله به عنوان مظهر ظهور الهی برای این عصر نورانی نمیتونه اون انجام بده. اشاعه واگیر ویروس کووید فرصتی فراهم آورد که بشریت درباره زندگی جمعی خودش در این کره خاک به تفکر بپردازه. در نتیجه بسیاری از مردم تا به حال شروع به قدردانی از برخی نصایح پزشک الهی برای بهبود وضع عالم کرده و تصمیم گرفتن که تمهیداتی برای یک راه نو زندگی تهیه ببینند. ولی ما به خوبی واقفیم که نوع انسان به کمک احتیاج خواهد داشت تا بر نقاط ضعف خودش غلبه بکنه. نقاط ضعفی که به نحوی اجتناب ناپذیر اونو به انحراف از حتی تصمیم خودش وامی داره. نقشه ملکوتی برای این کار طرح شده دوستان عزیز. مشارکت از طرف تعداد بیشتر و بیشتری از مردم ها نتایج مطلوب رو معالن به بار خواهد آورد. ما باید به خاطرم داشته باشیم که راه تأسیس وحدت نژادی راهی است دراز و ناهموار و پر از سنگ و خار به فرموده حضرت ولی امرالله. اما ما هم آماده ایم که با استقامت، پشتکار و فداکاری پیش بریم و میدونیم که حضرت عبدالبها با صراحت هم فرمودند که کسانی که در راه ترویج وحدت عالم انسانی با جدیت میکوشند با سختی ها و بی‌عدالتی روبرو خواهند شد. از جمله چالش هایی که به ناچار با آن روبرو خواهیم بود احساس ناامیدی و بی‌صبری است. نجات پرستی قرن‌ها در حال شکل گیری و نضج گرفتن بوده و ریشه کن کردن اون که منوط به تغییر بنیادین طرز فکر هست فرایندی است که طبعاً کند و آهسته هست. حالا علاج این بی‌صبری به گفته بیت العظم در نامه خطاب به یکی از احبای آمریکا اینطور اومده. علاج این خواهد بود اگر شما به این نکته ایمان داشته باشید که تمسک به تعالیم بهایی اگرچه در ابتدا به مرور و به کندی پیش می رود معالن تغییر مورد نظر شما را موجب خواهد شد و اگر شما با تمسک به این ایمان صبر و تحمل را پیشه سازید و در مساعی خود برای کمک به علاج وضع موجود کوشا باشید. شکی نیست که در 100 سال اول عصر تکوین امرالله در راه بنای جوامعی که نور یگانگی نوع انسان را منعکس میکنه پیشرفت‌های چشمگیری داشت. پیشرفت‌هایی که ناظران خارج از جامعه ما اون رو تمجید میکنند. ولی ما نباید هیچ تصور مبهمی هم به خودمون راه بدیم. بسیار و انبوه هست اونچه که هنوز باید انجام بشه. ولی شکی هم نباید داشته باشیم که مجهز به تعالیم بهایی متکی به تجربیات حاصله از طریق اجرای نقشه ملکوتی مصمم به عزمی جزم منبعث از عشق جمال اقدس ابها و مؤید به تأییدات خداوند متعال مساعی ما در راه انعکاس وحدت نوع انسان در زندگی خودمون و در راه ترویج این مقصد با غنی ساختن همکاری هامون با صدها و هزاران نفوس همفکر البته استحکام خواهد یافت و در نتیجه وحدت عالم انسانی معالن و قطعیاً در ایالات متحده آمریکا و در سراسر عالم مستقر خواهد شد و این کره خاکی آینه ملکوت الهی خواهد شد. مردم از پیشینه‌های مختلف نژادی، قومی و فرهنگی به راستی با هم در کمال توافق
و هماهنگی چون میوه های یک درخت و گل های یک بوستان زندگی خواهند کرد. پس شایسته است که ما همگی این وعده قطعی و آرام بخش حضرت مولالورا حضرت عبدالبها را هم همیشه به خاطر داشته باشیم که می‌فرمایند تبعیض نژادی بالاخره از این عالم برچیده خواهد شد. خیلی متشکر هستم دوستان عزیز.